با سلام و درود به برنامه گفتگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی خوش آمدید. بر اساس گزارش سال 2018 یوناما، این سال مرگبارترین سال برای غیر نظامیان بوده است. مجموع تلفات غیر نظامیان 63% در این سال توسط این گزارش بیان شده است که در سال 2018 میلادی حدود 3804 نفر جان باخته و 7189 نفر زخمی شدند که مجموع این تلفات 37% برمیگردد به طالبان، 20% مربوط به داعش و 24% این تلفات هم عامل دولت بودند که 14% نیروهای افغان و 6% دیگر هم مربوط به نیروهای بین المللی بوده است. در این برنامه همراه با مهمانانی که در استودیو با خود داریم، محترم سکینه حسینی نماینده برحال مردم در شورای ولایتی، محترم مولوی عبدالظاهر خطیب مسجد جامعه باغ‌نظرگاه و محترم جواد امید فعال جامعه مدنی. قرار هست پیرامون تلفات غیر نظامیان، راه حل‌های کاهش این تلفات و تاثیرات جانبی این تلفات بر زندگی روزمره مردم صحبت بکنیم. نخستین پرسش خود را از خانم سکینه حسینی آغاز می‌کنیم. خانم حسینی، تلفات غیر نظامیان در ولایت هرات در زون غرب و به خصوص در ولایت هرات چگونه بررسی می‌کنه؟ آیا سطح این تلفات به گونه قابل توجهی در این ولایت هم هست و یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان خوب و بینندگان برنامه شما. جا داره که عرض تسلیت داشته باشیم خدمت خانواده های عزیز داغدار همچین حادثاتی و از خداوند متعال برای زخمیان آرزوی شفای عاجل بکنیم. چالش اصلی که به نظر من وجود داره و باعث شده همچنین مسائل رو به افزایش باشه ایه که تعریف درست از دوست و دشمن نشده، یک، و دوما سیاست واحدی دولت در قبال دشمنان نداشته. نکته دیگه که نیروهای بین المللی ناظر بر اعمال حقوق بشر یا بالاخره حمایت از افراد ملکی یا به یک نحوی بالاخره نظارتگر از عملکرد دولت آنطوری که توقع می رفته وظایف خود خور انجام ندادن. این روزها متاسفانه ما شاهد فاجعه انسانی کلانتری متاسفانه هستیم. هرچی گفتگوهای صلح مطرح میشه بیشتر افراد ملکی قربانی میده. چقدر تاثیر گذاشته بر زون غرب ولایت؟ متاسفانه ما چند روز قبل، حداقل روز چهارشنبه، ما شاهد یک فاجعه انسانی بودیم. من شخصا به تشییع جنازه خیلی از افراد شرکت کردم. شما ببینید، از یک خانواده، پدر خانواده، برادر خانواده و پسر خانواده، پدر و پسر و کاکای خانواده کشته میشه. همزمان از یک خانواده 6 نفر آنان جنازه از اینا میارن. اینا بالاخره کسانی دارن که زن دارن، بچه دارن، محصل بودن، با هزار آرزو و ارمان اینها زندگی خود خور ادامه میدادن. اما متاسفانه طعمه بازی های سیاسی گفتگوهای سر شده. فکر میکنی این تلفات غیر نظامی ارتباطی با برگزاری انتخابات پیش رو خواهد داشت؟ یعنی بعد از برگزاری انتخابات فعلی ممکن هست که تعداد آمار این تلفات غیر نظامی کاهش پیدا کنه؟ اصلا قبل از اینکه برگردیم به جواب سوال شما، قبل لن برگردیم به تاریخچه همچین حملاتی در افغانستان، یک دیدگاه خیلی کلی متاسفانه در بین عوام و حتی در بعض مواقع در فکر یا عمل بعضی از مدیران ایران متاسفانه وجود داره که بعضی مواقع دشمن میان خاص برای یک ده خاص میکنن. مثلا وقتی میان میگن فلان گروه مخالف مثلا هدف قرار میده فلان گروه خاص کشوره، خاص میکنن. این چنین دیدگاهی باعث میشه که تا حدود افراد بیتفاوت شوه و دیدگاه یا فرهنگ به منچه یا منیت خواهی به وجود بیه. من یادم هست که در اول حادثاتی که به مساجد اتفاق می افتاد، وقتی رفتیم با مسئولین از نزدیک، با مسئولین بلند رتبه دولتی وقت از نزدیک صحبت می کردیم، می گفت که اینها خاصن و افراد خاص در نظر می گیرن، در صورت از اینکه الان گذشت زمان نشان میده که اینها خاص نیستن، اینها برای کل مردم افغانستان پلان دارن. اونا دیگه نه شیعه و نه سنی و نه ازبک و نه هزاره و نه زن و مرد و نه باسواد و بی سواد، نمیشناسن، همه را هدف قرار میدن. سپاسگزارم حسینی. جناب مولوی صاحب، علما چه نقشی در کاهش تلفات غیر نظامیان در کشور داشته میتونن؟ عرض سلام و ادب خدمت شما و مهمانان گرامی. از آنجایی که دین مبین اسلام و شریعت اسلام برای هر فرد جامعه حق زندگی و حق معیشت داده است، خب چیز طبیعی هست که در جامعه افغانی ما و شما امروز افغانستان
افرادی که از پیر و مرد اطفال که هسته زندگی خوبی ندارن، زندگی نارامی دارن. مسئولیت علما همیشه بوده و هست در طول تاریخ. یعنی علما به حسب مکلفیت خود فکر کنم که مسئولیت خود را ادا کردن و در شرایط بسیار سخت و دشواره و امروز هم علما وظیفه خود یعنی میدانن که برای آگاهی مردم و برای جلوگیری از همچو حوادث ناگواره. شورای علمای افغانستان هم یعنی همیشه مرتباً این حملات تقبیح کرده. اما چقدر تأثیر داشته در کاهش چنین حملاتی؟ خوب تأثیری به سزایی دارد که خدا کنه که طرف مقابل جناهایی که هسته یعنی حرف علما رو بشنوند. یعنی ما با جناهایی قرار داریم که فقط صرف با تقبیح کردن چنین حملاتی دست از این حملات بر می دارن و یا خیر نیاز به اقدامهای فراتر و بزرگتر هست؟ تنها به تقبیح هم کفایت نمی کنه. یعنی علما در کنار علما که هسته بزرگان دیگری که هستن همه اینها دست به دست یک دیگر داده با جناهایی که در کشور ما شما امروز اینا درگیر هستن، دولت و غیر دولت، که بین اینها نظریات اینا را گرفته و بین اینها یک صلح سرتاسری به وجود بیارن. این را هر فرد ما وظیفه خود بدن، علما در سر بزرگان در قدم مثلا دوم که هسته در کنار علما، از لحاظ دینی و شرعی علما بنا این آگاهی بدهن. اما متاسفانه که در خیلی از موارد حرف علما را نمیشنوند. علما همیشه صدای حق طلبی خود بلند کردن و صدای مظلومیت این جامعه را بلند کردن که امروز اطفال، زنان، موسپیدان ما بناحق که هسته اینها تلف میشن و مورد حمله قرار میگیرن. علما این صدای مظلومیت این ملت همیشه از فراز منبرها بلند کردن و سر دولت و غیره صدا زدن، اما متاسفانه حرف علما کمتر شنیدن، به نظریات علما کمتر توجه شده است. و دیگه که دین مبین اسلام دین کامل هست. وقتی که ما مراجعه کنیم به کتاب الله و سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم و دستوراتی که پیغمبر خدا داده است، اگر ما به اون دساتیر دینی توجه کنیم یک زندگی سالم و آرام دارم میباشه. جناب مولوی صاحب، از اونجا که گروه های مخالف و مسلح دولت هم اکثرا بر اساس استنادهای غلط بر دین اسلام چنین حملاتی را انجام میدن، خب به حال با استفاده از دین مبین اسلام چه کاری در شما گفتین که اکثرا این گروه ها حرف علمای دین را نمیپذیرن، خب حال با استفاده از همین دین علما چگونه میتونن این گروه ها را متقاعد بسازن که اندیشه و عمل کرده از اونها بر اساس دین مبین اسلام غلط هست؟ خب ببینید، از طریق مذاکره تفاهم که هست میشه که با این گروه ها نشست بشه و به اینا صحبت بشه و استدلال بشه، تاثیرگذار هست در کاهش مثلا انمی ناامنی ها و تلفات غیر نظامیان تاثیرگذار هست که متاسفانه از اون علمای حقانی و از علمایی که واقعا اونا تاثیرگذار هستن در جامعه، یعنی استفاده اگر بشه به طور عموم این تأثیر به سزای خود دارد. متاسفانه شاید در استفاده بشه از علما، یعنی خیلی موارد شده، ما شاهد صحنه هستیم که علما چی در حکومت و غیر حکومت یعنی اینا پیشنهادات و نظریات خود دادن اما صرف اونا سر میز گذاشته شده. اما دولت متهم به بی‌توجهی میکنید. دولت بیشتر مسئولیت همین تامین امنیت همین جامعه را داره. متاسفانه که ما ملت افغانستان از علما، دانشمندا، بزرگان همه باید دست به دست یکدیگر داده در کنار یکدیگر قرار بگیریم و این کشور خود را از بحران نجات بدیم. تا زمانی که ما متحد نشیم و کنار یکدیگر قرار نگیریم و به این پراکندگی ما آمار تلفات ما بیشتر هم شاید بشه، مشکلات ما هم شاید بیشتر بشه. و اما آقای عمید، از اونجا که شما عضویت گروه های دادخواهی به خاطر کاهش تلفات غیر نظامی ندارین، چه فکر میکنین چنین دادخواهی های محلی و چنین دادخواهی های چه تأثیری در کاهش تلفات غیر نظامیان داشته میتونه و فعالیت های شخص شما و چنین گروه های آیا تا حال تأثیر گذار بوده و تأثیر بلخصی داشته و یا خیر؟
خب ابتدا عرض سلام دارم حضور شما، مهمانان حاضر در بحث و همچنین بیننده های خوب تلویزیون چکات. طبیعتاً دادخواهی ها تأثیرات مثبتی رو داشته و دارا هست، اما اگر بیایم به واقعیت و خواسته باشیم منصفانه قضاوت بکنیم، ما در شرایطی قرار داریم که شرایط بحرانی هست و در بحران هیچ چیز قابل پیشبینی نیست. یعنی شما نمیتونین یک هدف مشخص رو تعیین بکنیم و بگیم که خب ما طی 6 ماه یا یک سال آینده به این هدف دست پیدا میکنم. به این دلیل و برای دادخواهی ها هم همین رقم هست. در شرایط بحرانی نمیشه که ما یک هدف خاص برای دادخواهی ها مطرح بکنیم و بگیم خب ما 6 ماه آینده یا یک سال آینده باید از این نکته به این نکته برسیم. اما تاثیرگذار بوده در همین گزارش یوناما که شما قبلا ذکر کردیم، اگر توجه کنیم میبینیم که میگه که 27% کاهش کلی تلفات بوده و من فکر میکنم که حالا دادخواهی هایی که انجام گرفته در حوزه غرب، مخصوصا در ولایت هرات، بی تاثیر نبوده به خاطر کاهش از اینا، به دلیل از اینکه شیوه دادخواهی ها تغییر کرده و دادخواهی ها منوط به این نیست که تقبیح بشه یا به اصطلاح تنها کنفرانس خبری برگزار بشه. دادخواهی ها از سطح قریه‌جات شروع شده، یعنی ما شورای قریه‌جات رو داریم، شورای ولسوالی ها رو داریم که همگی تحت نام شورای حفاظت از افراد ملکی هست و همچنین گروه دادخواهی که ما فعلا داریم به نام گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی هست. دادخواهی های ما منسجم تر شده، یعنی از قریه شروع میکنیم، سطح ولسوالی و همچنین تا سطح ولایتی دادخواهی ها و همچنین در سطح ملی کمیته ملی دادخواهی حفاظت از افراد ملکی داریم. همگی سلسله وار داریم کار میکنیم و بیشتر توجه ما این هست که افراد محلی یا متنفذین محلی و کسانی که صاحب رسوخ هستند در محلات، اونا شامل این کمیته ها بسازیم، به خاطر از اینکه اونا بهتر مردم میشناسن، موقعیت و جغرافیای خود بلد هستند و میتونن بهتر با گروه هایی که در محلات از اونا درگیر هستن گفتگو بکنن، صحبت بکنن و اینا باعث از این شده که حالا به نظر من تلفات کاهش پیدا بکنه. اما خب اگر واقعیت رو گفتم بگم این هست که ما هنوز به او نتیجه و هدف مطلوبی که داریم نرسیدیم و تلفات هنوز هم ادامه داره و متاسفانه میبینیم که خیلی از خانواده های ما در همین شب و روزهای حملات متاثر ساخته. اکثر این گروه های دادخواهی به گونه خودجوش و یا از طرف فعالین جامعه مدنی بوده، آیا در انجام این روند دادخواهی ها دولت با شما همکاری داره و یا اینکه گروه هایی هم از جانب دولت تحت مدیریت اداراتی از دولت ایجاد شده به خاطر کاهش و یا دادخواهی به خاطر کاهش تلفات غیر نظامی؟ ببینید همون رقم که شما عرض کردین، گروه های دادخواهی گروه های داوطلب و مستقل از حکومت هستند، به دلیل از اینکه حالا خیلی از وقتا دادخواهی های ما از خود حکومت هست و حکومت هیچگاه نمیتونه خود بیاید دادخواهی بکنه، یا افرادی که از حکومت باشن در مقابل حکومت نمیتونن قرار بگیرن. به همون دلیل سعی کردیم افرادی باشن که همگی به اصطلاح بی‌طرف باشن و استقلالیت کاری داشته باشن و حکومتی نباشن. در مورد اینکه آیا مراجعی هم وجود داره از طرف حکومت که رسیدگی بکنه، خب ما ارتباطات نزدیکی داریم با حالا ریاست امنیت ملی، با قماندانی امنیه و همچنین قلوردوی 207 ظفر در ولایت هرات. اما این رقم اگر بگم که یک بخش خاصی باشه که بخواهی که از طرف حکومتی دادخواهی ها پیگیری کنه، متاسفانه وجود نداره و تنها دلخوشی ما بخش آمبودسمن کمیسیون مستقل حقوق بشر هست که با اونا هم همکاری تنگاتنگ داریم. ولی متاسفانه حالا به دلیل ای که یک مقدار صلاحیت های کمیته یا به اصطلاح صلاحیت های بخش آمبودسمن کم هست، مؤثر واقع نشده. صرفا اونا قضایا رو ثبت میکنن و او رو ارجاع میدن به کابل به دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر و متاسفانه حالا دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر هم تا به حال توجه خاص به این شکایات یا به این درخواست ها نکرده، به دلیل از اینکه ما شاهد از این نبودیم که حالا در خیلی از موارد
خود نیروهای حکومتی همون موازین جنگیر و یا قوانین پذیرفته شده جنگ نقض کردن و خیلی از حملات باعث ازی شده که افراد غیر نظامی یا افراد ملکی در او حملات کشته و زخمی بشن. متاسفانه ما شاهد از این نبودیم که یک جنرال یا یک قمندان جنگ یا یک ارکان حرب مجازات بشه حتی به صورت نمایشی. بینندگان گرامی سپاس از همراهیتان تا این لحظات. شما را دعوت میکنم به تماشای کلیپی پیرامون برنامه و سپس با ادامه بحث با شما خواهیم بود. بر بنیاد گزارش میان سال یونما در پی منازعات مسلحانه در افغانستان 3812 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. این هم شهروندان افغانستان به ویژه مردم هرات را نگران ساخته است. از این میان از آنجایی که معمولاً بیشترین متضررین در منازعات مسلحانه زنان هستند، فعالان حقوق زن نیز نسبت به آمار بلند تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی می‌کنند. ما می‌بینیم که جنگ‌ها و زدخوردها باعث از این میشه که بیشترین آسیب روحی را مخصوصاً خانم‌ها ببینند و اگر در مناطقشان کشت و کشتار میشه، اونا شوهران خود، پدران خود، برادران خود و فرزندان خود از دست می‌دهند. خب ببینین، همیشه بار جنگ خانم‌ها به دوش می‌کشند. متضررین اصلی جنگ ما زنان هستیم. به خاطر همین هر حادثه‌ای که پیش میآید بیشترین ضرر ما متقبل میشیم. فعالان حقوق زن بر این باورند که منازعات مسلحانه شهروندان را از حقوق اولیهشان همچون حق تعلیم و تحصیل محروم میسازد. ببینین، وقتی که نانوار خانه از دست داده میشه، طبیعتاً اطفال نمیتونن به حق تعلیم خود دسترسی داشته باشن، حتی به حقای اولیه انسانی خود دسترسی کافی داشته باشن به خاطر مشکلات اقتصادی. زنان همچنان پشوانه ای را که از نظر اقتصادی به عنوان یک شوهرشان بود کار میکرد، او را از دست میتن و هم موضوعات دیگه مسائل کلتوری و عنانات شما هست که متاسفانه بعداً برشان چالش برانگیز میشه. سایر شهروندان نیز جنگ را عامل تباهی میدانند و میگویند که منازعات مسلحانه میتواند به راحتی تمام پشتوانه های مالی را از بین ببرد. به بین مردم افغانستان جنگ یک چیز بدبختی آورده، کاروبار، مردم از درس، تعلیم، از هرچی مردم بوده، مردم ماجر میشه، جوانا کشته میشه، شهید میشه. روزانه میبینیم چه رقم مردم شهید میشه، کشته میشه به خاطر منافع دولت، منافع سیاسی که به بین بزرگا ما و شما نه. یکی دیگر از شهروندان نتیجه منازعات مسلحانه را محدود به تلفات انسانی ندانسته و معتقد است که این منازعات زمینه بیکاری و به تبع آن مهاجرت را فراهم میکند. درگیری های مسلحانه دیگه برای همه ما و شما معلومه که فعلا در حال حاضر میبینیم که چی نابسامانی های به بار آورده به زی کشور. بیکاری از یک طرف، بی‌سوادگی از یک طرف، حتی زیادتر جوان ها فرار کردن از کشور. دیگه مردم همگی به یک حالت خیلی غمگینی قرار دارن. شهروندان هرات ضمن ابراز نگرانی از تلفات غیر نظامیان بر نقش متنفذین و ریش سفیدان نیز در کاهش آمار تلفات در منازعات مسلحانه تاکید دارند. کلانا معمولا خوبی که دارم جنبه مصالحت آمیز پذیرایند تا جنگ و درگیری و خشونت، یعنی حالت خیلی بهتر به نفع هر دو طرف هست. دیگه برای باشنده هرات هم خوبه این مسئله، بهتر تره، مردم غریب کارم به کار غریبی خو میرسند. در حالی ساکنان هرات از آمار تلفات غیرنظامیان در نتیجه منازعات مسلحانه ابراز نگرانی می‌کنند که بر بنیاد گزارش اخیر یوناما 1366 نفر در جریان 6 ماه نخست سال میلادی جاری کشته شدند. بینندگان گرامی، کلیپی پیرامون تلفات غیر نظامیان در افغانستان با هم تماشا کردید و اما ادامه بحث با خانم حسین. چه فکر میکنین با خروج نیروهای خارجی از افغانستان آیا تلفات نیروهای غیر نظامی و مردم ملکی کاهش پیدا خواهد کرد و یا خیر ما شاهد افزایش روزافزون این تلفات خواهیم بود؟ هیچ جامعه نمیتونیم بگیم قطعا و 100% جامعه خوبی هست. شما بیاید نگاه کنیم، ما شاهد در خیلی از موارد ما شاهد بودیم که علمای دین نماز، یعنی چیزی بوده که موکلین بارها آمده این موضوع مطرح کرده که عده ای از علما آمده گفته نماز بر فردی که در اردوی ملی و پلیس ملی کشته میشه جواز نداره، بارها شکایت بوده. خب عالم دین کدام عالم دین؟ باید تعریف بشه عالم دین. ما خیلی از علمای دین داریم
که اینها آمدن در خیلی از مواقع به منافع، اصلا میتونم بگم به منافع حتی ما زنان صحبت نکرده، به منافع انسان ها صحبت نکردن، دیدگاه اونها تفسیر دیگه از دین بوده. متاسفانه به این پرسشی که شما دارین پاسخ خواهند داد. اگر مشخصا اشاره کنین به اینکه خروج نیروهای خارجی بر افزایش و یا کاهش تلفات غیر نظامیان تاثیرگذار بوده میتونه و یا خیر، نگاه کنین این دلیلی هست که ادعی دارند به خاطر مسائل آمدن سول، گفتگوهای سول، در گفتگوهای سول با طالبان همین موضوع مطرح هست که اخیرا شما میبینید یک از نکات همین مطرح است. اما ما میخواییم بگیم که شرایط، من نه تایید موضوع رو میکنم نه رد، به دلیل از اینکه در شرایط سیاسی کشور بیشتر وابستگی های اقتصادی که فعلا نیروهای نظامی ما داره بستگی به کمک های بین المللی داره و ایره نمیتونم توجیه بکنم که باید مردم افغانستان نسبت به این مسئله بی تفاوت باشن و دائم بگن ما همیشه دست ما به عنوان کاسه خیرات دراز باشه و پیش بیگانگان ما هرگز روی پای استاد نشویم. اما در شرایط فعلی ما هر کدام باید از فرصت به دست آمده در شرایط بحرانی که وجود داره باید درست استفاده بکنیم. سپاس از شما. جناب مولای صاحب، خانم حسینی به یک نکته اشاره کردن مبنی بر این که در سطح افغانستان علمایی هم هستند که بر علاوه این که چنین حملات را تقوی نمی کنند بلکه به نحوی به صورت غیر مستقیم جوازی صادر می کنند بر مشروعیت چنین حملات و حتی نیروهایی که به خاطر دفاع از مردم می جنگند محکوم به این می کنند که از دایره دین اسلام خارج هستند. فکر می کنین چه راه حلی وجود داره جهت اینکه به صورت منظم جلو چنین کسانی که به استفاده از دین میخواهند شورش در داخل کشور افزایش بدن و یا به گونه غیر مستقیم حمایت کنن از افکار افراطی در افغانستان؟ امروز هر چیز به نام عالم تمام میکنن، به لباس عالم تمام، از نام و نشان عالم استفاده میکنن، علما را بدنام میسازن. علما هیچ وقت طرفدار قتل افراد ملکی، افراد بیگناه، اطفال، زنان، پیرمردان که سر مثلا نماز استاد باشه، یا اینکه ببینیم همین روزا در محافل عروسی، محافل خوشی که بمباران قرار گرفته، در بادقیس نمی روزا سر عروسی بمباران کردن، حالا اونجا هیچ جناحی وجود نداشته، این کار کی کرده؟ یا از طریق نیروهای خارجی بود یا هوایی بوده. از مثلا اطفال در ولایت لوگر که اونجا به تعداد کثیر اطفال ببینیم وقتی که متوجه شیم اونجا مثلا کشته شده، از تاثیر نمی حملات هوایی بوده هست. پس علما هیچ وقت طرفدار قتل ناحق مردم خود نبوده و همیشه بیانگر حق بودن. اما جامعه ما، مردم ما در کنار علمای خود باشند، انشاءالله حرف علما با مردم تاثیرگذار هست. اما آخرین پرسش آقای امید، اگر به گونه بسیار کوتاهی اشاره بکنین بر این که از اونجا که حال ما در نیمه سال 2019 قرار داریم و تا حال آمار یا نما نشان میده که تلفات غیر نظامیان کاهش 27% نسبت به سال پار داشته، ادامه این سال و در آینده بعد از برگزاری انتخابات چگونه پیش بینی میکنید؟ خب ببینید، من فکر میکنم که وضعیت امنیتی متاسفانه خیلی نوسان داره و به دلیل از اینکه حالا از یک طرف ما انتخابات پیش رو داریم، از یک طرف گفتگوهای صلح داریم و بالانس کردن این وضعیت برای حکومت متاسفانه یک کار دشواری است، به خاطر از اینکه حکومت همین حال در چندین جبهه در حال حساب مبارزه هست، هم در جبهه انتخابات، هم در جبهه صلح، هم مسائل اقتصادی که افغانستان دچار از او هست. پس بنابراین نمیتونیم دلخوش به این باشیم که وضعیت بهتر باشه. اما اون کاری که باید صورت بگیره به نظر من این هست، حالا به عنوان راهکار این هست که اولی که ما متاسفانه در ولسوالی ها نیروی امنیتی بسیار کمی داریم، با 50 تا سرباز پلیس امنیت یک ولسوالی تامین نمیشه. زمان ما میتونیم از تلفات جلوگیری بکنیم این که نیروهای مخالف دولت نتونن وارد ولسوالی ها بشن و گفتم 50 تا سرباز که هر کدام از اونها در پست های متفاوت و کوچک 5 نفر و 10 نفر هستن نمیتونن جلوی حملات بگیرن. بحث بعدی که ما داریم هماهنگی و انسجام
در امور جنگ هست و متاسفانه ما همین حال در افغانستان از سه مرجع داریم جنگ را پیش میبریم. وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی جنگ را داره پیش میبره و هماهنگی و انسجام متاسفانه در بین اینا وجود نداره و خوب است که همون قمانده جنگ یکی باشه و امور جنگ انسجام پیدا بکنه. ارتباط و هماهنگی بین متنفذین و بزرگان محلی خیلی مهم است و میتونه که تلفات را کاهش بده، به دلیل از اینکه اینا محل و منطقه خود میشناسن، افرادی که حالا از منطقه از اینا با گروه های مخالف و مسلح هستن اونا رو میتونن شناسایی بکنن و همچنین اینکه ما نیاز به این داریم که یک بخش به وجود بیایه که نظارت بکنه بر عملکرد نیروهای امنیتی در میادین جنگ. متاسفانه ما این چیزا نداریم و تا زمانی که ما نظارت درست از عملکرد این نیروها نداشته باشیم نمیتونیم تلفات رو کاهش بدیم. حالا بنا به هر دلیلی، یا به عنوان اطلاعات غلط یا به عنوان ای که تجربه کافی وجود نداره، به حملاتی صورت میگیره و در این حملات متاسفانه افراد ملکی کشته میشن. چه کسی میخواد اینا نظارت بکنه و بررسی بکنه؟ این بسیار مهم است. سپاس شما آقای عزیز. سپاس بینندگان گرامی از اینکه تا این لحظات با ما همراه بودید. در این برنامه محترم سکینه حسینی نماینده مردم در شورای ولایتی، محترم مولوی صاحب عبدالظاهر خطیب مسجد جامعه باغنظرگاه و محترم جواد امید فعال جامعه مدنی را با بحث پیرامون تلفات غیر نظامیان و راه حل‌های کاهش این تلفات با خود همراه داشتیم. ممنون از همراهیتان. بدرود.